سلام رفقا چطورید خوش اومدید به چست توی این ویدیو یک بازی دیگه از راند پنجم جام جهانی شطرنج رو براتون آوردم پراگناندا در مقابل فرانک برکس برای کسایی که برکس رو به خاطر نمیارن توی راند اول پوریا درینیو از تورنمنت تونست حذف کنه و تا راند پنجم پیش اومده و الان حریفش پراگناندای هندیه و یه نکته در مورد پراگناناندا بخوام بهتون بگم دو سه روز پیش 18 ساله شد و امروز قرار پالمورفی زمانه رو بشناسیم یه نکتر هم بهتون بگم آقا رسانه ها باید معمولا بیطرف باشن دیگه ولی من داشتم با خودم فکر میکردم همیشه یه طرفی رو من دارم مثلا یه جا طرفدار علی رزام یه جا طرفدار پراگناندام یه جا طرفدار پرهام تو بازیها و مستمع آزادم یعنی هیچ وقت بیطرف نبودم همیشه یه جنای رو داشتم بهم بگید باید بیطرف باشم یا نه من به نظر خودم اینجوری جذاب تره که اینکه شما هم بدونید من طرفدار کیم یا با بازی که بیشتر حال میکنم از که بیشتر خوشم میاد و اینجور چیزا خب این بازی دومه که میخوام بهتون نشون بدم بازی رفت با نتیجه مساوی به اتمام رسید این بازی برگشت پراگناندو بازی رو با حرکت ای چهار آغاز میکنه ای شیش خدای شکرت خدایا سر هزار مرتبه شکر، ما ای4 رو دیدیم و روی لوپز رو ندیدیم. خدا شک شد. دی4 و دی5 دفاع فرانسه از طرف برکس بازی شده و E5وات پیشرفته دفاع فرانسه و سی5 سیسه از بیاده دفاع کرده 6 36 افFC و وزیر به خونه بی6 اومده. فشار میخواد به این پیاده وارد کنه و این فیل فعلا نمیتونه گسترش پیدا کنه توی بازی آسه و حرکت فیل دی هفت بازی شده بی چهار جناه وزیر رو پراگ به چالش میکشه پیاده تعویز شده در مرکز و رخ رو گذاشته خونه سی هش برکس تنها ستون باز بازی فیل به خونه بی دو اومده و اسب گسترش پیدا کرده اسب سی سه و توی این لحظه این فیل توی بازی بیدفاعه و برکس از این فرصت استفاده کرده اسب رو گذاشته آ 5 اگر با پیاده اسب رو بزنه فیل توی بازی از دست میره پیاده های سفید هم توی بازی دوبل میشن پس این کار رو نمیتونه انجام بده و مثلا اینجا پراگ میتونه چی کار کنه پراگ هم میتونه اسب رو بذاره آچهار حمله به وزیر و وزیر میتونه جا به جا بشه اسب رو بذاره خونه سی 5 حالا خونه سی 5 هم خونه خیلی مناسبی برای اسب سفید سیاه هم میتونه اسب رو بذاره سی و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه فیل زیر ضربه میتونه فیل رو توی بازی جا به جا کنه و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه اگر به اسب هم توی بازی حمله شد اسب میتونه فیل رو توی بازی بزنه اما پراگناندا این شاخه رو توی بازی انتخاب نکرده اینجا اسب رو گذاشته آ5 پراگ فیل خودش رو توی بازی گسترش داده و اجازه داده که برکس اسب رو بذاره سی چهار توی بازی فیل سی یک فیل جابجا جا شده و آ پنج توی این لحظه پراگناندا قلعه رفته پیاده پیاده رو زده و قبل از اینکه پس بگیره چون اگر پس بگیره که یک پیاده توی بازی از دست میده سفید رخ رو گذاشته B1 حالا نمیتونه پیاده رو بزنه وزیر زیر ضربه و وزیر رو توی ستون B جابجا جا کرده و پیاده خودش رو پس گرفته B5 حرکت خوب دفاع رو از اسب بیشتر میکنه بعد وزیر رو میتونه پشت پیاده قرار بده H4 وزیر B6 و رخ E1 حرکت خیلی جذاب این رخ E1 از اون رخ E1 هایی نیست که ما توی همه بازی ها میبینیم این رخ ای یک هدف جذاب پشتش هست که این بازی رو یک شاهکار هنری میکنه. بذارید با هم ببینیم. H6 رخ رو گذاشته ای دو، فیل به خون 36 اومده، رخ رو گذاشته آ2، رخ به خونه 12 اومده و رخ رو گذاشته آ 5 چه پروسه، ی جذابی رو توی بازی این رخ طی کرد و به خونه آپنج اومده جایی که زیر ضرب الان این اسب میتونه رخ رو توی بازی بزنه و انگار یک تفاوت همین جای بازی داره پراگناندا میده اما ببینیم اگر اسب رخ رو بزنه چه اتفاقی میفته اینجا پیاده هم اسب رو میزنه وزیر میتونه پیاده رو بزنه وزیر زیر زر بود این اسب الان داره بهش حمله میشه توی بازی و با اسب میتونه پیاده رو بزنه و چه جایگاه خوشی تو خونه دیشیش منتظر این اسبه و اگر سیاه نخواد این اجازه رو بده اسب رو باید بذاره سیشیش قطر فیل رو توی بازی باز کنه که اگر اسب خونه دیشیش اومد با فیل بزنه اما اینجا میتونه اسب رو بذاره دیشیش به همراه کیشه فیل میتونه اسب رو بزنه با پیاده پس بگیره و اینجا یک قربانی تفاوت داده سفید اما چی به دست آورده اول یه پیاده رونده به دست آورده که خیلی مهمه و این پیاده راحت قابل دفاع برای سفید و میتونه از پیاده دفاع کنه الان فعالیت مهره های سفید خیلی خوبه میبینید که فیل زیر ضربه توی بازی الان باید فیل جابجا جا بشه رخ داشت بهش حمله میکرد و توی حرکت بعد میتونه از پیاده خودش به خوبی دفاع کنه میتونه فیل رو بذاره سی دو بعد فیل رو بذاره خونه یا چهار فشار رو توی بازی بیشتر کنه و شاه سیاه هنوز قلعه هم نرفته توی بازی اما برکس نزده رخ رو توی بازی نزده اینجا فیل رو گذاشته خونه سی شیش تا از پیاده خودش دفاع کنه چون الان هم از هم رخ داره به پیاده هم داره از به پیاده حمله میکنه وزیر رو گذاشته ایدو و حرکت جی شیش بازی شده میخواد انگار از این سمت فیل رو توی بازی فعال کنه چون فعلا از این سمت کاری از دستش بر نمیاد رخ و یک رخ ها رو توی ستون A دوبل کرده اسب به خونه F5 اومده اینجا میتونه با فیل اسب رو بزنه توی بازی اما رخ آشیش بازی کرده حمله به وزیر وزیر جابجا جا شده و توی این لحظه پراگناندا حرکت G4 رو انجام داده وزیر که خونه D8 اومد میبینید که داره ای بابا داره به این پیاده توی بازی حمله میکنه و هم با اسب هم با وزیر داره حمله میکنه و انگار با حرکت جی 4 داره میگه بیا پیاده منو بزن اما این پیاده یک پیاده سمیه و سیاه نباید پیاده رو بزنه باید چیکار کنه اینجا اسب زیر ضربه باید اسب رو بذاره ای 7 بعدن فیل رو جابجا جا کنه بذاره خونه دی 7 این فیل رو آروم توی خونه جی 7 گسترش بده و توی بازی قلعه بره این کاریه که سیاه باید بکنه و از این پیاده باید بگذره توی بازی اما فرانک برکس تهدیدی ندیده و پیاده رو زده که حرکت اشتباهی بوده این که چرا این حرکت اشتباه بوده شما باید چند تا تعویز رو توی بازی ببینید تا متوجه این اشتباه بشید پراگناندا اسب رو زده با وزیر پس گرفته فیل در اسب بازی شده با پیاده پس گرفته و پراگناندا اینجا رخ در فیل بازی کرده رخ رو در ازای فیل تسلیم کرده یک تفاوت داده توی بازی و اینجا رخ رو پس گرفته و در انتهای شاخه پراگناندا یک پیاده رونده فوقلاده قوی داره توی بازی که به خوبی این پیاده میتونه توی بازی دفاع بشه و تا آخر هم پیش بره و این تنها مشکل سیاه هم نیست سیاه الان حرکت 27 م بازیه و هنوز توی بازی نتونسته امنیت شاهش رو برقرار کنه نتونسته قلعه بره اینجا پراگناندا چیکار کرده؟ رخ رو گذاشته آهش کیش داده و خیلی مشکل داره اینجا دیگه سیاه که نمیتونه قلعه بره توی بازی شاه رو گذاشته دی هفت اگر شاه رو میذاش ای هفت چه اتفاقی میافتاد اینجا مشکلات زیادی داره اینجا وزیر میومد خونه ی افسه فشار رو به این پیاده توی بازی بیشتر میکرد چون رخ آهف کیش تو راه دیگه و راحت میتونست به این پیاده فشار وارد کنه همچنین تهدیداتی تو خونه F6 هم میتونه به وجود بیاره اینجا برکس میتونه فیل رو بذاره G7 هم از خونه F6 محافظت کنه هم پیشنهاد تعویز ها رو توی بازی بده و اینجا جاییه که پراگناندا این شاخه ها رو دیده یعنی این شاخه ها تو بازی اتفاق نیفتاده اما دیده که وارد شده اگر این شاخه ها اتفاق میفتاد هم برتری داشت توی بازی اسب در پیاده حرکت رو ببینید فقط قربانی اسب به همراه کیش پیاده باید اسب رو بزنه رخ آ هفت کیش شاه کجا میخواد بره این پیاده رو دیگه توی بازی داره میگیره سفید پس نباید نزدیک پیاده بمونه تا دوباره کیش بخوره شاه رو باید بذاره خونه دی 8 اما دیگه سراغ این پیاده نمیره وزیر در دی پنج کیش رخ زیر ضربه اصلا مهم نیست شاه رفته خونه باید بره خونه ای 8 پیاده رو میزنه شاه باید برگرده توی حرکت بعدی مات میشه پس شاه نمیتونه بیاد خونه ای هفت توی بازی شاه رو گذاشته خونه D هفت حالا اینجا مثلا بعدا با رخ هم میتونه جلوی کیش های رخ رو بلاک کنه توی بازی وزیر افسه بازی شده فشار به پیاده و پیاده رو به خونه F5 رونده و اینجا اتفاقات زیادی میتونه توی بازی بیفته آنپاسان میتونه بکنه با این پیاده با این پیاده میتونه پس بگیره اما پراگناندا چی کار کرده؟ B5 حرکت خیلی قوی توی بازی یک پیاده است اما ببینید چقدر قدرت داره شما هم دقت کردین جدیدن پیاده ها قوی تر از قبل شدن انگار قبلا تو شطرنج پیاده ها خیلی ضعیف بودن اما امروزه پیاده ها هم قوی ترن حتی و رخ زیر ضربه توی بازی رخ رو گذاشته خونه سی هش و پراگناندا حرکتی که میخواست رو اینجا انجام میده اسب در پیاده رو بازی کرده این حرکت اسب در پیاده اجازه تعویز تاو... وزیرها رو توی بازی داره میده اما پراگناندا شاخه ها رو بررسی کرده و این وضعیت رو برنده دیده برای خودش اگر اینجا سیاه بخواد اسب رو بزنه چه اتفاقی میافته توی بازی به نظرتون وزیر در دی پنج کیش شاه باید جابجا جا بشه هر جا بره فرقی نمیکنه اگر به خونه ای هفت بیاد این فیل رو ببینید فیل هم توی بازی فعال میشه شاه باید به عرض آخر بره خونه ای نداره که بره رخ رو میزنه با کیش توی حرکت بعدی سیاه مات میشه پس دیدیم که نمیتونه اسب رو بزنه اما رخ رو اگر بزنه چه اتفاقی میفته اگر رخ رو بزنه اسب به خونه اف میاد کیش میده و اینجا باید وزیر رو توی بازی در ازای اسب تسلیم کنه اگر تسلیم نکنه چه اتفاقی میفته مثلا شاه بره خونه دی هش شاه کیشه دیگه وزیر با کیش رخ رو میزنه شاه باید بیاد مثلا سی هف وزیر دوباره میتونه بهش کیش بده اگر به این سمت بره اسب میاد دی هف کیش شاه آ هف توی حرکت بعدی دوباره مات میشه و حتی توی این لحظه اگر که به خونه دی هفت نره چی؟ مثلا خونه ای هفت نمیتونه بیاد که بخواد فرار کنه بعد توی بازی نمیتونه بیاد مات در دو حرکت وزیر بی هفت کیش سراغ رو هم نمیره شاه کجا فقط میتونه بره؟ خونه دی هشت توی حرکت بعدی مات میشه پس مشکل داره یا باید وزیر رو تسلیم کنه توی بازی یا مات بشه پس اینجا دلش نمیخواد رخ رو هم توی بازی بزنه وزیر در جی چهار بازی کرده وزیرها رو توی بازی تعویز کرده برکس اسب به خونه بیشیش اومده چنگال, اسب چنگال رخ و شاه توی بازی شاه سی هف. با اسب رخ رو زده شاه بی هف. حالا رخ و اسب همزمان زیر زربن توی بازی رخ رو نجات داده اسب رو تسلیم کرده اسب رو زده پیاده رو خورده شاه بی هفت پیاده بعدی رو هم خورده پراگ سی سه بازی شده حرکت رخ سی شیش میاد سراغ پیاده اما با فیل از پیاده دفاع میکنه اینجا پراگناندا پیاده بعدی رو هم توی بازی میخوره و همین لحظه دو پیاده توی بازی پراگناندا پیشه که برای بردن این بازی کافیه رخ دی هشت حمله به پیاده رخ سی چهار حمله به فیل فیل جابجا جا شده و پیاده رو رونده شاه نزدیک شده به این پیاده اما برای پراگ فرقی نمیکنه پیاده رو رونده توی حرکت بعدی داره وزیر میشه رخ رو پشت پیاده قرار داده و پراگناندا اینجا فیل رو گذاشته جی 5 تا از پیاده دفاع کنه و قطعا طرحش رو هم میدونید چیه اینجا پیاده رو زده سیاه با رخ کیش داده شاه جا, به جا شده و رخ رو گذاشته D5 توی حرکت بعدی رخ رو میخواد بذاره دی 8 که مشکل پیش میاد میبینید که قطر فیل هم توی بازی بلاکه و اگر که مثلا شاه بخواد نزدیک بشه به رخ حمله کنه توی بازی فیل از دست میره فیل زیر ضربه اینجا فیل رو گذاشته بی چهار رخ به خونه دی 8 رفته و اینجا یک تفاوت هم داده سیاه باید با رخ پیاده رو بزنه توی بازی اگر نمیخواد وزیر شه با فیل زده با فیل پس گرفته و یک آخر بازی داریم میریم که مشکلات زیادی داره سیاه رخ رو گذاشته خونه ۳8 حمله به پیاده و اینجا حتی از پیاده خودش هم نیمده دفاع کنه چون فایده ای نداره شاه رو کات کرده این رخ کامل توی بازی این پیاده داره میره شاه داره به بازی وارد میشه حرکت جیسه رو بازی کرده و پراگناندا اینجا پیاده رو توی بازی زده اینجا مثلا اگر که میخواست پیاده رو بزنه توی بازی مثلا رخ F6 حمله به این پیاده اینجا نمیتونه این پیاده رو همچنان بزنه توی بازی به خاطر این کیش قدرتمند پیاده رو راحت میرونه شاه اگر بیاد بی هفت رخ میاد پایین و این پیاده میره این پیاده داره میاد شاه داره فعال میشه این پیاده نمیتونه پیش روی کنه توی بازی و وضعیت کاملا بازنده است به همین دلیل اینجا توی حرکت 49 بازی فرانک برکس از بازی انصراف داده و پراگناندا میره توی 80 واقعا هندی ها دارن فوقلاده ظاهر میشن چهار تا هندی توی 16 تا بودن که سه تاشون رفتن توی 8 تا و اون یکی هم که نرفته هنوز حذف نشده داره با یان نپامیاشی بازی میکنه و توی تایبرک هست اون بازی ها احتمال داره هر چهار تا هندی برن توی هشتا تا و فوقلاده دارن عمل میکنن و این پروگناندو واقعا منو یاد پالمورفی میندازه به اون سبک خیلی داره بازی میکنه و بازیهاش فوق العاده برای من جذابه نظر خودم رو هم بخوام بهتون بگم دوست دارم پراگناندا یه پای فینال باشه ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایکش کنید اگر به شطرنج علاقه مندید ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجیمون گسترده تر شه من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون